گزارش تازه یک مرکز مستقل جمع‌آوری اطلاعات در بریتانیا از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که پس از تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان، حملات داعش علیه شیعیان به ویژه در شمال این کشور افزایش یافته است. مرکز جمع‌آوری اطلاعات مستقر در بریتانیا که یافته‌هایش را در قالب نقشه تعاملی نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و تحت عنوان شاهدان افغان منتشر کرده، تأکید کرده که نقض حقوق بشر به ویژه علیه گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان به مرتب بیشتر از چیزی است که در گزارش ذکر شده است. در نقشه شاهدان افغان بیش از 450 ویدیو از حملات به غیر نظامیان از جمله حملات علیه هزاره‌ها و شیعیان وجود دارد. دست کم 100 مورد این ویدیوها حملات داعش که اغلب در مناطق هزاره‌ها و شیعیان، خبرنگاران و حمله به اماکن عمومی و حتی مراکز آموزشی صورت گرفته است را نشان می‌دهد. این نقشه نشان می‌دهد که حملات گروه تروریستی داعش پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان به ویژه در استان بلخ در شمال این کشور افزایش یافته است. پیش از این سازمان ملل و نهادهای ناظر دیگر نیز با نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی گفته بودند که شکنجه، تعقیب و قتل نظامیان حکومت پیشین، گروه‌های قومی و مذهبی و به ویژه شیعیان از مواردی هستند که روزمره و به طور گسترده در افغانستان رخ می‌دهد. برای بحث بیشتر در این باره دکتر محمد حسین خلوصی، دکترای علوم سیاسی از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب، بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم. آقای دکتر، با توجه به گزارش تازه یک نهاد بریتانیایی، اطلاعات شما از نقض حقوق بشر و به ویژه افزایش حملات علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان نشان دهنده چیه؟ بفرمایید. همچنان که در خود این گزارش هم به گونه انعکاس یافته و تاکید شده بر اینه که این گزارش جامعه نمیتونه باشه و نسبت مثل یک نوک یک کوه یخی هست که بخش اعظمی از اون زیر آب هست. یک بخش از این گزارش نسبت به خشونت هایی هست که علیه شیعیان افغانستان و هزاره ها اعمال میشه. اون چی که در واقعیت در اطلاعات میدانی ما با اون رسیدیم بسی فراتر از اینها هست. در این گزارش صرفا مناطق شهری و مناطقی که عمدتاً دسترسی به اینترنت در اون امکان پذیر هست بیشتر رو اونجاها متمرکز هست، و حال که مرکز زیست هزاره ها به طور سنتی مرکز افغانستان هستند و در اونجاها دسترسی به اینترنت کمتر هست و به همین جهت هست که حجم سرکوب و خشونتی که علیه شیعه ها و هزاره ها در افغانستان خصوصا در مناطق مرکزی صورت میگیره بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و در این خشونت ها هم طالبان سهم بیشتری از داعش دارن. در مناطق شهری داعشی ها بیشتر این کار را میکردن و انجام میدن، ولی در مناطق مرکزی خود طالبان هستن که این خشونت ها را علیه مردم اعمال میکنن. آقای دکتر، با تسلط طالبان در افغانستان نقش این گروه در نقض حقوق بشری و زمینه‌سازی فعالیت سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. توجه داشته باشیم که خود طالبان بزرگترین گروه تروریستی در منطقه بوده و هست. به همین جهت هست که پس از روی کار آمدن طالبان نقش گروه‌های تروریستی در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده و همچنان که از خدم خود این گروه هم از یک ماهیت تروریستی برخوردار هست. نوعی دومی که عرض کنم اینه که داعش در افغانستان از یک ماهیت سیاسی برخوردار هست که نظام‌های سیاسی در افغانستان در این اواخر برای سرکوب دیگران از این جریان استفاده کردند.
نکته مهم دیگری که وجود داره این هست که داعش با طالبان در خصوص تصفیه ساد پاکسازی قومی و مذهبی اشتراک نظر دارن. از یک منبع ایدئولوژیک استفاده به همین جهت انگیزه فوق العاده ای دارن در کشتار شیعیان، خشونت علیه آنها، و به همین جهت هست که یک بستر گسترده نسبت به خشونت گسترده علیه هزاره هاشان با آمدن طالبان فراهم شده و متاسفانه این وضعیت روز به روز افزایش پیدا کرده و همچنانی که گزارش های متعددی از سوی گزارشگران بین المللی منتشر شده وضعیت روز به روز بدتر میشه و سرکوبی بیشتری علیه شیعیان صورت میگیره. تشکر میکنم از شما آقای دکتر.